الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خانواده شریف و مسلمان افغانستان، ایران و تاجکستان، خواهران برادران گران قدر و جوانان نازنین در سر تا سر جهان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما فرید یونس گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون نور در خدمت شما هستم که از ایالات متحده آمریکا پخش میشم و امروز 25 جنوری 2014 مسیحی برنامه شماره سیوم دکتر یونس شد از سال 2014 است و ما امروز میریم به تفسیر آیات شماره 10 الا 15 آل عمران و بعد از او مطالب بسیار جالبی برای شما سوالای شما را جواب گفتیم که بسیار سوالای جالب و ما را بسیار به کار انداختی سوالا در خدمت شما هستیم. از مهرناز جان خواهش میکنیم که سوره آل عمران شماره 10 الى 15 پخش کنن، با ما باشید. تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. إبوت تلاوت آیات 10 الا 15 سوره آل عمران. ای ده پنج سه و دو پنج آیه که ما پنج آیه در هر رفته تفسیر میکنیم خداوند در آیه خود قبول کنه و این تفسیر نظر به مقتضیات عصر حاضر است و جهار دید و بینش معاصر خداوند قبول کنه و ما را از آتش دوزخ نجات بده. این بسیار آیات جالب است و باید برتون بگویم که وقتی که آیات آدم به دقت مطالعه میکنه این آیات معلومدار نظر به زمانه امروز معلومدار تطبیقش کمتر است
50%. من دلیلش براتون میگم. در آیت دهم آمده که ثروت ها و فرزندان کسانی که کافر شدند نمیتواند آنان را از عذاب خداوند باز دارد و از کیفر رهایی بخشد و آنان خود آتشگیره دوزخند. و در 11 میگه عادت آنان در انکار و تحریف عقایق همچون عادات آل فرعون و کسانی است که پیش از آنها بودند. آیات ما را تکذیب کردند و خداوند آنها را به کیفر گناهانشان و خداوند شدید العقاب است. اینجا در زمان قدیم که امروز کمتر، خوب توجه کنید خواهران و برادران عزیز، در زمان قدیم امروز کمتر، بلکه که من باز بر شما میگم و بار بر شما میگم که قرآن نظر به شرایط زمان تفسیر میشه، نه چیزی که گفته امریکا out of context وقتی که آمده. در زمان قدیم ثروت و مال مردم و همچنان اولادشان اردوی ازی ای یک متای بود که مردم سر ازی بسیار زیاد افتخار میکرد. از امو خاطر است که در قدیم در کابل، مثلا ما کابل میگم، هر قدر اولاد زیادتر میاردن او بهترتر بود. اما شرایط زمان فرق کرد و وقت شد که امروز باز خانواده یک اولاد داره. کدام گناهی نکردن که اینا چرا زیادتر ندارن؟ باز یک شرایط اقتصادی زمان فرق کرده، شرایط مادی زمان فرق کرده. امروز زنا و شوهرها اردویشان کار میکنن، اقتصادشان اجازه نمیده که 3-4 تا اولاد کلان کنن، تعلیم و تربیه یک طفل بسیار مشکل است، از این خاطر یک اولاد است. پس در این آیت کمیده که ثروت ها و فرزندان کسانی که کافر شدن در گذشتهای دور، حتی تا 100 سال پیش 80 سال پیش اولاد زیاد داشتن، این بسیار زیاد بر خانواده ها مهم بود. دلیل اقتصادی هم داشت، به خاطر از اینکه اولادا معلومدار امو میراث خانواده بودن، خصوصا پسران، و اینا سر زمین کار میکردن، امرای پدر و مادر خود کار میکردن، امرای پدر و مادر خود دست میدادن، یعنی دستگیری پدر و مادر خود میکنن. اما امروز ما میبینیم خصوصا در امریکا که من زندگی میکنم که اولادا در اگه ایالت دیگه زندگی میکنن، در تنکسگیوینگ و کریسمس که رخصتی هست دیدن مادر پدر خود میان، هیچ به مادر پدر خود نمیرسن و مادر پدر هم از نگاه مادی هیچ کدام احتیاجی به اونا ندارن. اما ثروت، بله ثروت تا امروز، از روز اول تا امروز مردم در ثروت خود مغرور هستن و فکر میکنن که وقتی که ثروت زیاد داشتن همه چیز حل است. و ما بارها شنیدیم که یعنی در امریکا اگر زندگی میکنی یا که پیسه وافر داشتی همه چیز است. اما ما باور کنید در امریکا ما مردم میشناسم، نه ای که خبر شدیم یا نه، میشناسم شخصا که ثروت دارن اما زندگیشان در آتش هاست. اولادشان اینا رو در آتش ها شانده، اولادشان، زنشان اینا را در آتش ها شانده، خودشان در آتش ها ششتن، امید دنیا برشان یک دوزخ شده و اینا هنوز هم به حال نامدن و یک رکعت نماز اینا ادا نمی کنن. و امی خود نماز ادا نکردن، خواهرها و برادرهای عزیز، امی سجده نکردن، ای خودش یک عمل کفرآمیز است. این چیز را که یک تعداد میسن میان که کسی که نمیخوانه گناهکار است اما ایمان داره، ما به این اعتقاد ندارم. کسی که نماز نمیخوانه او خودش یک عمل کفرآمیز است، برای از اینکه شیطان سجده نکرد وقتی که خداوند برش گفت که تو به آدم سجده کن، سجده نکرد. و این در گذشته های دور ما تفسیر کردیم، پس نمیریم. و سجده که نکرد ابلیس شد. این حال امو داستان برای ما چی میاموزانه؟ برای ما اینه میاموزانه که او مسلمانه که ادعا میکنه که من مسلمان هستم اما در 24 ساعت یک بار سجده نمیکنه، او خودش در کفر داخل میشه، مثل ابلیس میشه. اما ثروت امروز بسیار رول داره. امریکا یک قدرت بسیار بزرگ سرمایه داری است و امریکا همیشه فکر میکنه که امرای ثروت خود، مثل که از اینجا ما خبر داریم و میفهمیم که مردم با 1,25,000 دلار تا 2,25,000 2,30,000 دلار ترجمان‌ها را روان کردن به افغانستان. 2,20,000 دلار یک رئیس یک کمپانی بسیار کلان در امریکا معاش از 1,80,000 یا 1,70,000 زیادتر نیست. رئیس یک دانشگاه معاشش 2,500,000 دلار است، یک دانشگاه مشهور و کلان.
اما یک ترجمانی که نه فارسی را درست میفهمید نه پشتو را درست میفهمید، اینا $225,000 دادن و اینا فکر میکردن که پول میتونه که افغانستان آرام کنه. این همی آیت است که ایوازه که امی کسایی که رفتن و امی امریکایی که امی فکر غلط کرده بودن و اشخاص انتروپولوژیست مثل آقای اشرف غنی هم در پالیشان بود، اینا را نشان میداد که شما برای غلط رفتین. $225,000 ثروت شما کار افغانستان حل نمیکنه. ما باید که ما یک کشور مسلمان هستیم، باید که برای اسلام بریم. این همی آیت است که ثروت ها و فرزندان کسانی که کافر شدن اینا از رای دین برآمدن و نه تنها که افغانستان خرابتر کردن، افغانستان به بسیار مرداری های دیگه کشاندن. کو قاچاق است و مواد مخدر است و بچه بازی است و نمیفهم طفل ربایی یا کودک ربایی است و گفته امریکا just name it. انوز هم کسایی که پول دارن فکر میکنن که اینا میتونن که یک چیز را به دست خود بیارن، اما اینا شدید فریب خوردن و از امون خاطر است که کسی که آیات خدا را تکذیب میکنن و از اینکه دین اسلام تداوم ادیان سماوی گذشته است، یک دین جدید نیست. دین اسلام آمد که دین عیسویت و موسایی و ابراهیم علیه السلام و آدم و نوح و کل گیره به تکامل برسانه. بخش بخش که آیات خدا را کسی تکامل میکنه اینا به کیفر بسیار بزرگ، یعنی جزای بسیار بزرگ خداوند چی میشن برابر میشن و اینا باز ببینین که تاریخ چقدر نقش بزرگ داره در دین. تاریخ که اینا مثل آل فرعون هستن، برای اینکه فرعون چون که تمام دستگاه مادی و معنوی و نیفام اداره کل چیز در دست فرعون بود، یعنی فرعون هیچ چیز کمبوتی نداشت بجز از ایمان. ایمان نداشت، همه چیز داشت، از زر و سیم و زن و مزرعه و مال و ثروت و طلا و هر چی که بگوین فرعون داشت. اینجا قرآن کسایی که ثروت داره اینا را و در فکر آیات خدا نیست و در فکر دین نیست، اینه به فرعون مثال میزنه که اینا مثل همون فرعون هستن که فکر میکنه که همه چیز داره و خودش هم دیگه خداست و دیگه هیچ کدام به علیاذ بالله به کدام خدای دیگه هیچ احتیاج نیست. و ما امروز داریم در جامعه افغانی و ایرانی و اینا فرعونایی که اینا فکر میکنن که با $100,000 و $200,000 و $300,000 که اینا در سیوینگ دارن و یا یک چند تا خانه دارن، اینا میتونن که معلومدار آیات خدا را تکذیب کنن و به دین رشخن بزنن، آیات تکذیب کنن، اسلام مسخره کنن. اینا ببینین که چقدر ای آیت به مسائل امروز سر میخوره. اما امروز معلومدار به قسمی که براتون گفتم اولادا امروز در مطلق به پای خود استاد هستن، مادرها و پدرها به پای خود هستن. او قوتی که سابق بعضی که اختلاف الاحکام بالاختلاف زمان، اختلاف الاحکام بالاختلاف زمان، احکام نظر به شرایط زمان تغییر میکنه. القرآن یفسر الزمان. امروز شما اولاد دارین اما اولادتان به دردتان نمیخوره. اولاداتان کلش در یونیورسیتی های رفتن، در کالج ها رفتن، در شهرهای دیگه زندگی میکنن، دن خلاص شد.